تیم ترامپ فکر میکرد ما با تحریم میمیریم ولی ما نمردیم و آنها نابود شدند تنها چند هفته بعد از تایید فروش بنزین توقیف شده ای ایران توسط ایالات متحده ای آمریکا مؤسسه تانکر ترکرز خبر رسیدن سومین محموله سوخت ایران به ونزوئلا را در پیامی تویتری تایید و منتشر کرد محموله‌ای در حدود 44 میلیون لیتر بنزین به طور مخفیانه از ایران با کشتی نفتکش فورست به الپالیتوی ونزوئلا رسیده است. بر اساس تحقیقات ردیابی شش هفته ای به این موضوع پی بردیم. تانکر فارست بعد از تانکرهای فورچون و فاکسون سومین تانکری است که ایران با استفاده از آن محموله سوختی خود را به ونزوئلا منتقل کرده است. شرکت تانکر ترکرز حرکت تانکرها و حمل و نقل محصولات نفتی را رسد می کند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. مجله اقتصادی بلومبرگ هم چند ماه پیش اعلام کرده بود که ایران ده کشتی حامل سوخت به ونزوئلا اعزام کرده است. سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در قبال حکومت ایران کار صادرات نفت را برای این کشور دشوار کرده است. تهران برای دور زدن تحریم و پنهانکاری نام نفتکشهایش را تغییر داده و سیستم سیگنال دهی آنها را خاموش می کند. و با اجتناب از عبور از گذرگاه هایی که نظارت بیشتری بر کشتی ها وجود دارد مانند کانال سوئز از مسیرهای طولانی برای رساندن محموله خود به مقصد استفاده می کنند. مسئله ای که آقای زنگنه در تابستان گذشته هم تلویحا در گزارشی به مجلس آن را تایید کرده بود. خبرگزاری رویترز پیشتر هم به نقل از سازمان تانکر ترکرز در مقاله ای اعلام کرده بود که ایران صادرات خود را از طریق دور زدن تحریم ها و فروش نفت و فراورده هایش افزایش داده است. سال گذشته چهار نفتکش که حامل محموله های نفت و بنزین ایران به مقصد ونزوئلا بودند، توسط ایالات متحده توقیف و مصادره شدند. بیژن زنگن بارگیری این محموله ها در ایران را تایید کرد اما ادعا کرد که نه کشتی ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نبوده است چون بنزین ارسالی پیشتر به مشتری فروخته و وجه آن نیز تصویه شده بود صنعت نفت کشور ونزوئلا که تحت تحریم های شدید ایالات متحده قرار دارد پاسخگوی نیاز داخلی این کشور به گازوئیل و بنزین نیست بسیاری از پالایشگاه های این کشور به دلیل فرسودگی و نبود قطعات یدکی فلج شدند ایران در تلاش است که به تعمیر پالشگاه های این کشور کمک کند. به نوشته بلومبرگ نفتکش های ایرانی بعد از تحویل سوخت به ونزوئلا نفت خام این کشور را بارگیری و در بازار سیاه به فروش می رسنند. در سال 2018 و قبل از اعمال تحریم های آمریکا بدهی خالص دولت ایران زیر 118 میلیارد دلار بود. تقریبا نصف رقم پیش شده از طرف صندوق بین المللی پول برای سال 2020 میلادی. حالا گمان زنی ها در مورد احتمال لغو تحریم های وضع شده علیه ایران بالا گرفته است موضوعی که با تصمیم جو بایدن برای بازگشت به برجام مرتبط است اما عملی شدنش به این سادگی و سرعت میسر نخواهد بود مهران کریمی رادیو فردا